بوی بد کابینت سینک اذیتت میکنه، برای همیشه این بوی بد رو از بین ببر. سلام طرفند دنیا، به طرفندون خوش اومدین. توی این ویدیو بهتون آموزش میدم که با سه تیکه فول به راحتی بوی بدی که از زیر کابینت سینک میاد رو از بین ببرید. تا آخر ویدیو رو با من همراه باشید که عاشق این طرفند میشید. خیلی طبیعیه که زیر سینک همیشه بوی بدی بده، چون ظرفای کثیف و چربی که میشورید از این لوله ها رد میشن و بوی بدی به جا میذارن. اما چند تا راه حل ساده براش وجود داره که این بوی بد رو از بین ببرید. احتیاج به فویل ضخیم داریم. سه تا مستطیل از فویل ضخیم رو برش بدید. فقط مراقب دستاتون باشین که کناره هاش خیلی تیزن. داخل یکی از فویل ها برگ استخودست بریزید. من نتونستم برگش رو پیدا کنم، ولی توی عطاری ها خشکش کردن و پودرش کردن رو میفروشن. برگ استخودست برای از بین بردن بوی بده. برای فویل دومی از پودر قهوه استفاده کنید. همونطور که تو ویدیو نشون دادم خیلی با دقت همه اطرافش رو بپیچید. داخل فویل سوم هم از نعنای خشک استفاده کنید. داخلش ریخته و بپیچیدش. راستی از نعنای خشکم برای دور کردن حشرات استفاده میکنیم. از قدیم الایام از پودر نعنا داخل برنجم واسه دور کردن حشرات استفاده میکردن. تیکه های فویلی که آماده کردیم رو فقط یک طرفش رو با خلال دندون سوراخ بزنید. مراقب باشید که خلال دندون از اون ورش بیرون نزنه. نباید پودرهایی که داخل فویل ها پیچیدیم بیرون بریزه. برگ استخودست و نعنایی که استفاده میکنید برای دور کردن حشراته و پودر قهوهی که استفاده میکنید برای خوشبو نگه داشتن محیطه. از فویل های تهیه شده از هر ستاش هم میتونید زیر سینک استفاده کنید. کاربردشون در جاهای دیگه منزل رو هم بهتون نشون دادم. از همه این فویل های آماده شده میتونید تو سرویس های بهداشتی ورودی درب منزل که حشرات میان استفاده کنید و حتی جاهایی که گل گذاشتیم و نمیخواین حشرات بهشون نزدیک بشن هم از فویل ها استفاده کنید. از فویل خوشبو کننده داخل جا کفش و کمد لباس هم به راحتی میتونید استفاده کنید. ما بین لحاف تشک یا هر جایی که خودتون صلاح میدونید میتونید ازشون استفاده کنید. خیلی کاربردین. اگه از این ترفند خوشتون اومد لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم روشن کنید تا ویدیوهای بعدی براتون نمایش داده بشن. دوستان لطفاً با لایک و کامنتاتون از کانال ترفندون حمایت کنید. ممنونم که تا آخر ویدیو رو با من بودین.